سلام، وقتتون بخیر. من سینا ولی‌الا هستم و قراره که این هفته به جای مجری قاضی برنامه باشم. قاضی برنامه. قضاوت و داوری خیلی کار خوبیه، البته اگر عدالت درش برقرار باشه. رسیدم به این شغلم، همچین شغل کمی هم نیست، شغل خیلی پر تمطراق و دهم پرکنیه. برو قاضیه. در واقع رسیدن به این شغل کار ساده ای نیست، خیلی سخته. از آزمون و مصاحبه بگیر تا کلی مراحل هفت خانگونه داره که باید ازش گذر کنی تا به کرسی قضاوت دست پیدا کنی. اما راستشو بخواین، این شغل مثل همون تحصدا که همه ما داریم، مثلا میگم فلانی تحصدا، همه تحصدا داریم دیگه، همه تحصدا رو داریم، منم دارم تازه. اینجوری واسه خوندن همه تحصدا رو دارن، هر جام که فرصتی بده فعل فور مینازیمش تای گلو، در واقع مستمعین رو مستفیض میکنیم که به حالشون رو جا میاریم. این قضیه قضاوت هم این همون میمونه، یعنی ذاتیه، هممون داریم. اگه بخوایم به صورت حرفه‌ای ادامه بدیم باید بریم مثلا امتحان و مراحل تحصیلی و استخدامیشو پشت سر بذاریم. اگه نخوایم که مثل خوندن دیگه هر جا پا بده ما هستیم دیگه، در خدمت دوستان دیگه، قضاوت‌ها رو میکنیم سری. حالا قضاوت که تو خونمونه، اما بخش جالب داستان برای ما بخش اصلی این شغله، چیزی که بانمکش میکنه یا جذابش میکنه، یعنی حکم صادر کردن، که دیگه اینه سیب زمینی سرخ کرده میمونه برای قیمه، یعنی اصلا نمیشه بدون اون. کل مزه قضیه به همونه. من خودم که امکان نداره قیمه رو بدون سیب زمینی سرخ کردهش بخورم، مزه نداره اصلا. برای امر قضاوت ما زیاد به سند و مدرک احتیاج نداریم، با ساده ترین و پیش پا افتاده ترین حرف ما میتونیم حکم نهایی رو صادر کنیم. اگه ببینیم یه دختری داره سیگار میکشه مثلا، خدایی نکرده، و با یه آقا پسریم داره حرف میزنه و قه قه میخنده، که دیگه اصلا پرونده این خانم رو با یک حکم قاطع درباره وضعیت نابسامانش میبندیم. میخنده قه قه، سیگارم میکشه، با پسرم داره حرف میزنه، تکلیفش روشنه. حتی آره به قول کارگردان میگه سینما برو دیگه. حتی طرز لباس پوشیدن هم برای حکم نهایی کافیه. لازم نیست زیاد خودمون رو ما همچین درگیر رفتار و کردار متهم ردیف اول بکنیم. پسر و دختر یه خورده تیپ و قیافشون با سریال‌های ظهر خانواده تلویزیون متفاوت باشه، اونجوری نباشن، یعنی یه پرونده براشون باز می‌کنیم این هوا، و حکم هم که دیگه واضح و مبرهنه. اینجوریه، به همین سادگی. ممنون که با ما هستین. بریم که داشته باشیم برنامه این هفته رو، و شما هم برای اینکه از این قافله عقب نیفتین در فیسبوک و توییتر و اینستاگرام با این هشتگ‌ها ما رو همراهی کنید. البته برای قضاوت همیشه لازم نیست چیزی همون لحظه اتفاق بیفته. بعضی وقتا هم تجربیات تاریخی، تجربه‌ای که در طول تاریخ اتفاق افتاده، برامون کافیه و ما قضاوت رو بر همین اساس انجام میدیم. خیلی ساده، اصلا خودمون هم اذیت نمی‌کنیم. مثلا یه دختری رو که می‌خوایم باهاش جدی بشیم، ببین جدی من دارم میگم، می‌خوایم جدی بشیم، یه موقع دختری رو که نمی‌خوایم جدی بشین رو باهاش این کار انجام ندین ها. دختری که می‌خوایم باهاش جدی بشین رو می‌بری خونه‌تون به مادرت معرفی کنی، بدون اینکه یک کلمه حرف بین این دو نفر، یعنی مادر و دختر، رد و بدل شده باشه. مادره میره تو اتاق، یه جوری هم حالا تو رو صدا میکنه توی اتاق، میگه من میدونم این دختره اومده بچه‌مو ازم بگیره، میخواد پسر گلمو ازم دور کنه. بعد شروع میکنه گریه کردن و تو میخوای مادرت، مادر کاری نه اینجوری نیست مادر، در آخر یه کاری میکنه که تو بگی غلط کرده، الان از خونه مینزن بیرون دختره رو اصلا. بلگد اینو کارگردانمون اضافه کرده. آخه چرا مگه دختره مرض داره که بخواد این قول بیشاخ و دم شما رو ببره یه جا قایم کنه و ازتون دورش کنه؟ کی آخه به این کارا کار داره؟ این مسائل هم بیشتر وقتی پیش میاد که طرف یه دونه پسر باشه، یه دونه گوگولی مگولی دو متری، دو متر گوگولی مگولی. سلام آمان جو، خوبه؟ عزیزت دلم. همون لیزاست که تعریف شو وسط کردن داره دکتراشو میگیره. سلام. خوب هستین؟ باشه برم. چقدر شالتون بهتون میاد؟ مرسی دیگه، پسرم واسم خرید دیگه، بعضی موقع خیلی خوش داره. بله میدونم، کیپ منم مازی برام گرفته. راستی مازی گفت که شما قرمه سبزی دوست دارین، برای تو قرمه سبزی درست کردم. دست پختش عالیه مامان، یعنی انگشتاتو میخوره. مرسی. مازی عزیز پسر میگه بیرین تو آشپزخونه کمک مامان کن. شما بفرمایید بشین. شما بفرمایید.
مادی چقدر خوب بود؟ خوب بود؟ واسه منی که 22 سال واسه از دون و دل مایه گذاشتن یه شال 2000 تومنی میخری، بعد معلوم نیست دختر از کجا اومدی گوچموچی واسهش میخری؟ تازه این غذا درست کردی، برنجشو نگاه کن از تو گونی برمیداشت نرمتر بود، لوبیا رو نگاه کن باش یه غل دو غل میشه بازی کرد، چی بود آخه این؟ اصلا این PhDش بخوره تو سرش. دختر کی اینجا؟ دوست دختر منه. آفرین بابا، آفرین بابا، خوشش اومده دختره. همینو کم داشتیم، دختره اومده پسرمون ازمون گرفت، شوهرمون هم میخواد ازمون بگیره. برعکس قضیه هم البته صادقه که دختره پسر مورد علاقهشو ببره معرفی کنه. آخ آخ آخ، اینجوری که دیگه قضیه خیلی سریعتر به حکم نهایی میرسه. مام دوست پسر دارم. گو خوردی؟ پسره کیه؟ چه کاره است؟ باباش کیه؟ مامانش کیه؟ کار میکنه؟ پول دارم؟ این پسره یه لنده هور که معلوم نیست از کجا اومده میخواد از تو سوء استفاده کنه. این اصلا هدفش سوء استفاده است. آخه چرا؟ چطور معلوم نیست از کجا اومده؟ کرکس که نیست که محل آشیانش مشخص نباشه که. آدمه، خونه داره، خانواده داره. خب به هر حال یه جایی روی این کره زمین اونم زندگی میکنه دیگه. سوء استفاده هم که تو رابطه من راستش دقیقا متوجه نمیشم چجوری اتفاق میفته. یعنی سوء استفاده رو، یعنی استفاده حالا به کنار، سوء استفاده یه خورده مبهمتره، یعنی خیلی برای من پیچیده است. نمیدونم اگر منظور استفاده یه جنسیه که تو رابطه معنی نمیده، ولی اگر رابطه‌ای در بین باشه خب جفتشون دارن استفاده میکنن دیگه، یعنی کسی نیست اینجا بخواد سرش کلا بره. سوء استفاده باز دوباره اینجا بی معنی میشه، ولی میتونه مثلا اینجوری باشه که اون یکی مثلا تو رابطه یه رفه روشو میکنه اونور ما یواشکی سوء استفاده میکنیم. که اینم تو روابط باز دوباره شدنی نیست، مگه اینکه طرف خواب باشه. خوابم باشه بالاخره متوجه میشه ما سوء استفاده کردیم، یعنی هیچ جوری این سوء استفاده شکل نمیگیره. من نمیدونم چجوری توی بعضی جاها ازش استفاده میکنیم و میگیم طرف میخواد ازتون سوء استفاده کنه. حالا اگه یکی از دو طرف وضع مالیش از اون یکی بهتر باشه که 200% اون یکی واسه پول این یکی اومده، این از همون لحظه اول مشخصه. یعنی اگر اون یکی وضعش از اون یکی بهتر باشه، اون یکی 300 یا 200 از 100 مطمئنم بالاتره. 300%، 200% فقط برای پول طرف اومده، هیچ چیز دیگه هم وجود نداره. همه اطرافیان طرف پول داره هم که همشون مدعی ختم روزگار و آدم شناس بودنن، در اولی نگاه فهمیدن که طرف، حالا دختره یا پسره، برای پول اون یکی اومده. حالا ممکنه بعضی هم برای پول برن جلو، ولی من میخوام بدونم که این تو اولین ملاقات همه اینو میفهمن چجوریه. اینش برای من مهمه که دختره یا پسره همش به کیفول اون یکی نگاه میکنه اینجوری که ما میفهمیم. گفته میرم دست، ببخشید دستشوییتون کجاست؟ گفتن مثلا در اول دست چپ، بعد رفتن دیدن سر گاوصندوقه. چجوری متوجه میشیم که تو همون وهله اول، توی همون اولی ملاقات طرف برای پول اومده و حکم نهایی رو میدیم؟ تو زندگی مشترک هم، زندگی مشترک بین زن و شوهر هم، پیش داوری زیاد دیده میشه. البته از اتاق فرمان اشاره میکنن که بحث خیلی داره جدی میشه و خطرناک. آقا اینا جدیه، اینا مسائل شوخی برداری نیست، ما داریم جدی میگیم. این مشکلات باید حل شه بین جوونا، جوونا باید خوشبخت بشن برن سر خونه زندگیشون. دم بچه ها نباید درد بکنه، چون این درد باعث مشکلات روحی میشه. حالا داشتم میگفتم تو زندگی مشترکم بین زن و شوهر این اتفاقا، یعنی این پیش‌داوری‌ها زیاد پیش میاد. مثلا عروسه اصلا بی دلیل، چون گفتن، ببخشید من عذرخواهی میکنم اینجا اینو بگم، گفتن مادر شوهر مادر فولاد زره دیبه، هی بی خودی میگه مادر شوهرم چشم دیدن منو نداره، یا مادر شوهرم همش به من حسودی میکنه، همش اصلا نشسته تمام مدت به من حسودی میکنه یا میخواد از رو من کپی کنه. مادر شوهرم که تکلیفش اصلا روز اول آشنایی روشن بود دیگه، گفتم عرض کردم خدمتتون دیگه، دختره اومده این قوله بی شاخ و دمش رو ببره، ازش دور کنه. تمام این داستان همش حول محور دیو و قوله بی شاخ و دم میگرده و هووه اون که میبره قایم میکنه یه چیزی رو، نه آل، آره هوو یه کار دیگه میکنه، ببخش من تجربه ندارم. آل، آله میبره این
گوگولی مگولی دو متری رو قایم میکنه یه جایی، نمیدونم حالا کجا میتونم این دو متر رو چال بکنن یا قایمش بکنن، اونش مبهمه. خدمت رو عرض کنم که شناختم اصلا لازم نیست توی این روابط، روابط خانوادگی و زناشویی. همه عروسا عین همن، همه مادر شوهرام عین هم، خلاص. اصلا لازم نیستم دیگه رو بشناسم، این یه حکمه. ما همین جوری پیش داوری میکنیم، یعنی تا پای مادر شوهر میاد وسط یا پای عروس میاد وسط همه عین هم میشن دیگه. لازم هم نیست ما به خودمون زحمت بگیم طرف رو، به خودمون زحمت بدیم که طرف رو بشناسیم یا آشنا بشیم با شخصیت یا رفتارش. با یک چشم و با یک دید همه رو قضاوت میکنیم. اینم البته حالا اضافه بکنم چون مسلما وجود داره دیگه، میگن تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. اینا همش افسانه نیست، وجود داره، یه همچین اتفاقای افتاده. بله 100% نمیشه گفت که همه یه جورن و ما روی تجربیات و حرف دیگران قضاوت خودمون رو هم انجام بدیم. یکی از جالبترین قضاوت‌ها در مورد شغل افراده، اونم خیلی بانمکه، یعنی مثل مسابقه فوتبال میمونه، تا بحثش پیش میاد همه دوره هم میشینن که بررسی کارشناسی بشه. مثلا اگه شغل طرف خواننده و موزیسین باشه که دیگه فکر کردن اصلا نمیخواد، طرف مطرب هرزه هم هست، این دوتا با هم میاد بی دلیل، کاملا مشخص، اصلا لازم نیست فکر بکنی، این اصلا واضح و مبرهنه. حالا از کجا؟ راستش من نمیدونم. یعنی اگر یه خواننده یا آهنگساز بیاد خواستگاری دخترمون، البته من خودم قاطی نمی کنم تو این مسائل و تو مسائل دختر، همچی میگم دخترمون، انگار خودم 7 دختر دم بخت دارم که میخوام شوهرش بدم. حالا یه پسر، یعنی یه موزیسین یا یه خواننده بره خواستگاری یه دختری، مثلا ربطی هم به ما نداره، کسی به این دقت نمی‌کنه که طرف آدم خوبیه، خانواده‌اش خوبن، چه جوری‌ان، از کجا اومدن، چه جوری برخورد می‌کنن، دخترمون رو دوست دارن، دخترمون اونو دوست داره، ما اونو دوست داریم، اون ما رو دوست خواهد داشت. هیچ. ما خودمون ختم قضاوت قبل از روایتیم. چه قشنگ گفتم. قضاوت قبل از روایت. اینو باهاش شعر بسازیم. بعدن یه دونه آهنگم بسازیم بریم تو بازار. تکلیف طرفو به علما روشن میکنیم، خیالمون راحت. هنر و هنرمندام که بیشتر از همه در معرض قضاوت ما هستن، این با اون رابطه داره چون 4 تا فیلم با هم بازی کردن، فلانی این کار است چون تو ویدیو کلیپش اینجوری غیر داده یا این لباسو پوشیده، و دختر که باشه دیگه در عرصه هنر اگر فعالیت داشته باشه دختر باشه که اون کار است، پسرم باشه که این کار است. تمام پسرهای خوشقیافه سینما پول دادن بازیگر شدن، همه بدون استثنا. همه دخترها هم که محمد رضا شریفی نیا آورده تو سینما. من نمیدونم محمد رضا شریفی نیا راننده مینی بوس مدرسه دخترونه بوده که اینقدر دسترسی داره به دخترها برای آوردن تو سینما. کار و زندگی نداره این بیچاره جز آوردن دخترای بازیگر به عرصه سینما. یعنی واقعا این قضاوت غلط در رابطه با بازیگرای سینمای خودمون درسته؟ حداقل اگر فکر میکنید که همش زیر سر این بیچاره آقای محمد رضا شریفی نیاست، حداقل بگردین یکی رو پیدا کنید که کنار دستش وایس کارو یاد بگیره، فردای خدایی نکرده این بنده خدا نبود بتونیم این کارو را بندازیم، یا یه نفر به هر حال باشه که این صنعت سینما نخوابه، چون اگر ایشون نباشه که با مینیبوس مدرسهش بچه‌ها رو بیاره برای بازیگر شدن، دیگه سینمای کشورمون باید بخوابه. نمی وضعیت نابهنجاریه که در آینده سینمای کشورمون دیده میشه. چه کالاهایی را از طریق ICM کپیتال می توانید خرید و فروش کنید؟ و برنده قسمت 8 برنامه علی حسینی نژاد، ایشون 2 هفته فرصت دارن تا مدارک لازم رو ارائه بدن و جایزه خودشون رو دریافت کنن. بخش جالبی جات این هفته رو میخوام به صورت تحلیلی براتون اجرا بکنم، یعنی میخوام چند تا ویدیو رو پخش کنم بعد تحلیلش کنم، خیلی کارشناسی.
و این قضیه پیش داوری و قضاوت رو براتون باز کنم، قشنگ بشکافمش قشنگ به طور کامل که به صورت عملی یاد بگیرین که چجوری این اتفاق میفته. این ویدیویی که میخوام نشونتون بدم قدیمیه، خودتون رو زخمی نکنید، ناراحت نکنید خودتون رو، میدونم همتون دیدین این 81.2 میلیون نفری که توی آمار 78 میلیون نفر همه دیدن، هیچ کس نمونده توی این مملکت که اینو ندیده باشه. اما چون بهترین مثال برای موضوع برنامه ماست، ما برای همین مجبوریم ویدیو رو پخش کنیم دیگه، مجبورین ببینید دیگه یه بار دیگه، زوریه. کنسرت رفتن یکی از باحال‌ترین تفریحات تو تمام دنیاست، البته اگر کسی به موسیقی علاقه مند باشه. ما مستثنا نیستیم و عشق و علاقه ما به کنسرت و خواننده مورد علاقمون همچین یه جورایی بیشتر هم هست، چون خیلی برای دیدن کنسرت و خواننده باید سختی بکشیم تا برسیم به خواننده مورد نظر، مسافرت کنیم، هتل بگیریم، پرواز، دیگه کلی دردسر و گرفتاری داره تا برسیم به کنسرت و خواننده مورد علاقمون. اونجاست دیگه به همین دلیل میتونیم از خود بی خود بشیم و اکثرا هم میشیم. البته من کنسرت خواننده های این ور آبی رو میگم، چون اون ور آبی ها که تو سالن کنسرت اگه کسی جرات کنه پاشه مثلا خورده چیپس های رو لباسش رو بخواد بتکونه، مثلا تکتیر اندازه توی سالن به خیال اینکه مثلا میخواسته بلندش قر بده با تیر ممکنه بزننش و دیگه کار به از خود بی خود شدن نکشه. ولی کنسرت های این ور آبی خب حالا بچه ها میتونن یه خورده فعالیت های بدنی و موزون داشته باشن. کنسرت اصلا کنسرت ایرانی با خارجی هم یه فرقایی داره. فرق اصلی اینه که خواننده خارجی یه کارایی میکنن که خواننده های ایرانی جرأت انجام دادنشون ندارن، چون جونشون در خطره و در معرض قضاوت دوستانم قرار دارن. مثلا بعضی از خواننده خارجی طرفداراشون رو میبرن بالا روی سن. ببینید بی تربیت ها، بی شعور ها، بی پدر مادر ها، خجالت نمی کشین این آشر و ریانا و بقیه خواننده های خارجی هیچ کدوم خانواده نداشتن، این اصلا هنرمند نیستن که، بی ادبا. بعد میگن چرا راجع به دیگران قضاوت میکنید؟ خب مجبوریم دیگه، ما باید راجع به اینا قضاوت کنیم، اینا قضاوت کردن ندارن، قضاوت کنید راجع به اینا قضاوت کنید، پیش داوری کنید، هر کاری دلتون میخواد بکنید، اصلا مشکل نداره، اینا خودشون تقصیر کارن. حالا از همین چیزا بگذاریم که اعصاب و روان آدم رو به هم می‌ریزه و دوچار طغیان می‌کنه آدم رو. این کنسرت‌های خارجی می‌برن بالا، اما ما ایرانیان نمی‌بریم. کسی رو هم دعوت نمی‌کنیم بیاد بالا. ولی ما خودمون شخصاً بدون که دعوتمون بکنن بالا یا بیان ببرن اون بالا، خودمون میریم بالا و وقتی هم که میریم بالا قشنگ خانواده خواننده رو از هر منطقه‌ای در دنیا که زندگی بکنن میاریم جلوی چشمش که دلتنگیش از وطن و فامیل کاملا برطرف بشه. ببینین؟ حالا شما فرض بگیر این طرفدارای خواننده های ایرانی رو این خواننده های خارجی ببرن روی سن. آخ 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 آخ، تا طرف اسم سه تا بچه رو از این خواننده ها تو شناسنامه خودش ننویسه که نمیاد پایین که. حالا داستان ما راجع به انریکه است. انریکه ایگلسیاس که دیگه مطمئنم همتون میشناسین، خواننده معروفیه، این عزیز دل همه ما ایرانی ها، 2-3 سال پیش توی کانادا یه کنسرت داشته،
میدونم که همه دیدن این ویدیو رو اذیت نکنید، خودتون رو مجدد نمیخوام دچار خونریزی معده و خونریزی داخلی بشین، خودتون اذیت نکنید، میدونم همه دیدن. به هر حال تصمیم میگیره یکی از طرفدارا رو بیاره بالا روی سن که باهاش بخونه، یه حالی هم به طرفدارا داده باشه. همین جلو تصمیم میگیره یه نفر رو بیاره بالا، از اون عقب نمیدونم چه جوری یک نفر که براش کمین کرده بوده آنچنان میپره مچ دست این رو میگیره که ترقوه و کتف انریکه اتصالشون از همدیگه به طور کامل جدا میشه. و حالا این خانم عزیز، البته خانم بوده که این کارو کرده بوده، چون اگه مرد بود که الان انریکه اومده بود پایین پرت شده بود پایین، میره بالا و خودشون رو میرسونن روی صحنه. دیگه حالا روی صحنه رفتن و کاری که روی صحنه میکنن حقشه، نوش جونش، هر کاری که کرده، ذوق زده شده، از خود بی خود شده، قش کرد، ضعف کرد، جامه به تن درید، گریه کرد، دیگه زانو زد، دیگه هر کاری که تونست کرد، نوش جونش. اصلا به نظر من خوب کرد، خوب کرده، ان شاءالله بازم بکنه، نوش جونش. بعدت نمیاد بری بالاها اینجوری که داری تعریف می‌کنی؟ اینا می‌خواستم بگم اتفاقا اگه خود منم بودم شاید می‌کردم، حالا نه با انریکه البته، واسه من حرف در نیارید، ولی با خواننده مورد علاقه مگه رفته بودم بالا منو برده بود بالا، چون ممکن بود منم خیلی از این کارا رو بکنم. به هر حال ایشون هر کاری کرده نوش جونش. ولی مشکل اینجاست، بعد از اینکه این ویدیو اومد بیرون منتشر شد توی شبکه‌های مختلف مثلا یوتیوب، بیشتر از 100,000 نفر رفتن ویدیو رو دیدن و با پیش داوری و قضاوت‌ها و حکم‌های متنوع دادن همچین از خجالت این خانم در اومدن که بیا و ببین. ببینید یه چند تا نمونه‌شو ببین. آخه این درسته؟ نه، درسته. یه جوری هم آخه ماشاءالله همه عکس العمل نشون دادن که اگر احیانا خودشون جای اون بودن اینجوری می‌رفتن مثلا بالا. آقای ایگلسیاس ببخشید. جانم عزیزم بفرمایید. آقای ایگلسیاس ببخشید. دست من رو میگیرید من بیام بالا؟ بیا از پله بیام بهتر نیست؟ قربونت برم. نه بذارید من از پله بیام خودم. ببخشید من دست نمیدم به به نامحرم. دقیقاً. خودم میام بالا، ببخشید. ببخشید آقای انریکه اگه بچه‌ها این پایین زیاد جیغ و داد می‌کردن مزاحمتون شده بودن اینا. جانم ببخشید. من دست با کسی نمیدم. اینا فقط میکروفون محبت کنید بدید من که باهاتون کدوم آهنگ قرار بود با هم بخونیم؟ بله حتما. بخونیم؟ چقدر شما صدای قشنگی دارید آقای انریکه ایگلسیاس. پدر راستی چطورن؟ خوبن آقای خولیو؟ سلام خدمتشون برسونید. تمنا میکنم. ما تو ایران خیلی خولیو رو دوست داریم اینو. بله تمنا بخونیم بله. اگه چشمات برای من، یعنی واقعا شما اینجوری میرفتین بالا؟ خوبه دیدیم ویدیوتون رو که چجوری رفته بودین سراغ ابی و داریوش بیچاره دیگه. برای همین استیج داریوش و ابی 9 متر و 10 متر طول و عرض داره، برای اینکه بتونن در رن این بیچاره ها را در رو برای خودشون گذاشتن. اگه قرار بود مثل مال انریکه همین 1 متر و نیم در 1 متر و نیم باشه، که اگه یکی از این ور میپرید رو استیج، از اون ور انریکه با گردن اومده بود پایین و ما الان مثل مایکل جکسون باید مراسم ختم انریکه رو هر سال برگزار میکردیم به جای اینکه منتظر آلبوم جدیدش باشیم. آخه چرا قضاوت میکنین راجع به مردم؟ خجالت بکشین، درست نیست، خوب نیست. حالا این خانم بعد از چند ماه وقتی دید کارهاش زیاد به مزاق بقیه خوش نیامده و کلی از خجالتش در اومدن، تصمیم گرفت که یه جوری این قضیه رو توجیه کنه، چون برای ما آدمای خیلی حساسی هستیم و قش و ضعف کردن یه دختر تو کنسرت میتونه کل فرهنگ ما رو ببره زیر سوال. برای همینم تصمیم گرفت تمام کاراش رو به عنوان یه طرفدار واقعی انریکه توجیه کنه تا از قضاوت و پیش داوری مردم جلوگیری کنه. یه مصاحبه ترتیب داد و کل ماجرا رو به این شکل تعریف کرد که ما الان میخوایم برای شما نمایش بدیم و چک کنیم ببینیم که قضاوت‌ها و پیش‌داوری ها درست بوده یا نه. موافقی تو هم میثاق جان؟ بذار من ویدیوها رو زیاد دیدم، من نمیدونم چه نقشه‌ای تو سرت داری میخوایی اینو بذاری. چرا فکر میکنی من نقشه دارم؟ تو رو بزرگت کردم بذار ببینم چیه. این ویدیوست. من بیتا هستم و الان دیگه حدود یه ساله که توی تورنتو در کانادا تا اینجا که مشکل نیست. همینجوری توی فیسبوک هم بودم یا توی یوتیوب یادم نیست دقیقاً، دیدم که انریکه تبلیغ کرده که داره به زودی میاد تورنتو کنسرتشه با پیتبال. از اینکه من اینو دیدم خیلی خوشحال شدم، گشتم بلیتشو پیدا کردم. من قرار بود با یکی از دوستان برم این کنسرت انریکه رو، ولی از اینجا که اون برای من بلیت گرفته بود می‌خواست منو سورپرایز کنه که منو به اون کنسرت ببره، به خاطر همین من خیلی خوشحال شده بودم. قضاوت نکن دیگه، این چه طرز قضاوت کردنه؟ آخه درسته که حالا یه مقدار عجیب بود اینکه اول خودش بلیت رو گرفته بود
و بعد دوستش سورپرایزش کرده بود که بلیط رو گرفته بود اول یعنی چش رو گرفته بود اول بلیط رو گرفته بعد داده یکی گفته منو سورپرایز کن اینجوری زده رو شونش گفت بلیط گرفتی یعنی به این صورت بوده قضاوت نکنید چون شما که نمیدونین چه جوری بوده ماجرا که پیش داوری و قضاوت نکنید این کاملا منطقی بود آدم میتونه اول خودش بلیط بگیره بعد خودشو سورپرایز کنه توسط یکی دیگه داشتم نگاه میکردم همون موقع به خدا بودم گفتم خدا چی میشد من الان اون جلو بودم میتونستم منم دست اندیکر رو حداقل بگیرم بگم چقدر تو پسر نازی هستی و صدا چقدر دلنشینه چرا قضاوت میکنین داخل؟ آخه چرا قضاوت میکنین؟ چیزی نگفته بیچاره فقط از خدا خواسته که چی میشد حداقل دست اندیکر حالا حد اکثرش نمیدونم کجا رو ولی حداقل دست انریکه رو بگیره و بگه که بهش خیلی ساده بهش بگه که تو چقدر نازی و صدا دلنشینه چون فقط از این طریق میشه این پیام رو رسون از طریق گرفتن دست حداقل اینجا باز دوباره پیش‌داوری‌های زیادی پیش اومده بوده که من به شدت مخالفشم مؤدب باشید انریکه بین اون همه دختر یهو چشش افتاد به من حالا نمیدونم شاید دید من دارم گریه میکنم و عاشقانه دستم رو به سوش دراز کردم که بخواد دست منو بگیرد از تو چشام یا از توی نگام خون به خاطر همین به من گفت بیا بالا و انریکه از اینجا دستش رو برای من دراز کرد و منو برد اون بالا ببینید البته اینکه انریکه تونسته تون تاریک چشم این خانم رو بخونه به خاطر کلاس چشمخانی نصرت بوده ها که رفته بوده نگاه کنید دیدید که انریکه چقدر ساده ایشون رو دعوت کردن بالا با یه نگاه اول داشتن نگاه میکردن به علت کلاس های چشمخانی نصرت که ثبت نام کرده بودن و تمامی کلاس ها رو هم درش حضور داشتن تونستن چشم ایشون رو در تاریکی بخونن و به همین دلیل ایشون رو بیارن بالا دیدینم که خیلی منطقی یعنی اینجوری دستشون رو گرفتن آوردنشون بالا اینجوری نبود که مثلا اینجوری دستشون دراز کنن از اون ور یکی بپره کتف ایشون عجا بکنه ها نه اینا رو اگه میبینید اینجوری اینا هم فتوشاپه ادامه میدیم با ادامه این مصاحبه وقتی انریکه میخواست بیاد سمت من منو بغل کنه منو با اون آهنگ بخواد با من رابطه داشته باشه من دیگه واقعا اونجا نمیدونستم باید چی کار کنم دست خودم نبود اصلا دست خودش نبوده ببینید اینجا نشون میده که کاملا انریکه ببینید چجوری حمله میکنه سمت این دختر دیدی؟ این حمله انریکه برای تقریبا میشه گفتش که بغل کردن ایشون کاملا مشخصه فقط اگر مثلا میبینید که اول دست اون میاد دور گردن انریکه میکشتش پایین اون خطای دیده در واقع و خدمتتون عرض کنم که همونطوری هم که اشاره کردن ایشون هیچی دست خودشون نبوده همه چی رو داده بودن دست بر و بچهای پایین که نگردارن برای همین اختیاری از خودشون نداشتن حالا ادامه مصاحبه مجدد داشتم گریه می‌کردم بعد دست یکی از اون بادیگارد انریکه که اون جلو بود نمی‌ذاشتن به جلو خورد بنده پیرن من متاسفانه بلوزم پاره شد بلوزم پاره شد که من اینجوری نگه داشته بودم که نمی‌خواستم بدنم مشخص شه اینجا هم بگم که من اصلا مشخص نمی‌خواستم اون لباسو تمام کنم ولی خب به خاطر اینکه خیلی سریع پیش اومد رفتم مجبور شدم که اون لباس دیگه تنم بود تنم هم باشه وگرنه لباس برده بودم اون لباس تنم کنم و البته این تیک پارچه توری که به تن ایشون چسبیده بوده موقعی که از خونه داشتن می اومدن بیرون یا همین لباسشون شبهات زیادی رو ایجاد کرده بوده برای دوستان که باعث شده بوده پیش قضاوت ها و پیش داوری های زیادی بشه و این درست نیست چون در واقع ایشون این لباس رو برای کنسرت که نپوشیده بوده این لباس برای کنسرت پوشیده نشده این لباس برای کتابخونه دانشگاه پوشیده بودن که برن درساشون رو بخونن واسه امتحاناتشون این یونیفرم دانشگاه است در واقع حالا خدا رو شکر ایشون لباس مخصوص کنسرت رو نپوشیدن یعنی فرق نکردن اون تیکه توری که به تنشون چسبیده بود رو عوض کنن و لباس مخصوص کنسرت رو بپوشن وگرنه شما آدمای بی چشمه رو چیکار می‌خواستین بکنید با این مظلوم چه قضاوتایی می‌خواستین در حقش بکنید قاتل من اونجا وقتی که جلوی پای انریکه افتادم انقدر استرس بهم وارد شده بود اون موقع یک سرگیجه خیلی بدی داشتم که پاهم دست خودم واقعا نبود گفتم که داره دست بچه ها پایین نگه دارم ولی هیچ وقت من زانو ندادم به انریکه اگرم شما فکر میکنید که من زانو زدم به خاطر این بوده که
شما اینجوری فکر کردین فکرتی من از قصد زانو زدم من جلوی یه مرد زانو زدم نه اصلا اینطوری نبوده من فقط به خاطر اینکه حالم بد شد و زانوام دست خودم نبود پاهم دست خودم نبود هیچی دست خودشون نبوده در واقع این بهترین مصداق پیش‌داوری است که اگه ما دیدیم ایشون به پای انریکه افتادن اون چیزی بوده که ما فکر می‌کردیم داریم می‌بینیم و در واقع ناعادلانه پیش‌داوری کردیم ولی واقعیت استرس و خستگی زیاد از مطالعه برای امتحانات بوده که باعث شده ایشون اونجا بشینن که یه مقدار حالشون جا بیاد اینم در نظر بگیریم که هیچ کدوم از اعضای بدن ایشون دست خودشون نبوده و همش پرت و پلا بوده توی سالن اگر هم توی ویدیو می‌بینید که ایشون پای انریکه رو می‌گیره در واقع به خاطر این بوده که اول برنامه اشاره کرده بود که من همش خدا خدا میکردم که حداقل دست انریکه رو بگیرم حالا خب دیگه حالا که دستو گرفت خب بذار پاشم بگیرم که بهش بگم که تو چقدر نازی و چه صدای دلنشینی داری در واقع هدف این بوده بعد اینجا هم ببینید استرس اینجا بیشتر مشخص میشه که اصلا رو پاشون نمیتونستن بنچن نمیدونم چه اتفاقی میفته ردبول میخورن تو اون فاصله شروع میکنن به بالا و پایین پریدن های بسیار فعالانه که نشون میده که کاملا خستگی بدن رفع شده توی همون نشست و برخاستی که داشتن روی پای انریکه نمیدونم پای انریکه خاصیت انرژی درینک داره یا چیز دیگه به هر حال ایشون رو به شدت خوشحال کرده مجددا ادامه میدیم مصاحبه رو انریکه میخواست منو بلند کنه که گفت دیزی دو کند و ناتیران که من بعد از اینکه دوباره بلند شدم خیلی ذوق زده شدم به خاطر اینکه خیلی اطلاعات داشت در مورد ایران و میدونست که توی ایران خانم خیلی محدودن و نمیتونن هیچ کاری بکنن. مگه میشه آدم اینقدر مطلع قرار میگیرن؟ آدم الان من تحت تاثیر اطلاعات انریکه قرار گرفتم. قرار بگیره به هر چه که دلش بخواد پر میزنه. یعنی یه پرنده که توی قفس باشه هیچ کاری نتونه بکنه از قفس که بیرون میاد هر چه که دوست داشته باشه میتونه بره. این اصلا یه قانونه. یه پرنده کوچولو توی قفس چون در قفس رو که واقع میکنه اینه پلنگ میپره از اون رد میشه این قانون در قفس بلبل باز کردنه بلبلی که مدت ها در قفسه درش رو باز کردین خودتون هم سری پرت کنین از پنجره بالکن یه جایی بیرون چون این یه جلد بلبله در واقع اندی که واقعا پاکترین مردی بود که این آدم شناس بودن ایشونی که من تحت تاثیر قرار داده بود درسته با خانمای سکسی میخونه یا اینکه بنای خیلی سکسی توی آهنگاش هستن خیلی سکسی میخونه ولی انقدر این پسر چشپاکه انقدر این پسر چشپاکه منم میشه که حتی به من یه نگاه بد نکرد حتی جای بدن من تاچ نکرد که بخواد دست بزنه یا به من پیشنهادی بده که بخواد من کاری بکنه اون پای منو بغل کرد به من گفت برات آرزوی خیلی خوبی توی کانادا دارم چشپاک ببینید بی خود بی جهت حرفای عجیب و غریب میزنید هی احساسات این عزیز رو هی تاچ میکنید تاچ نکنید دیگه از خدای خودم ممنون بودم که من اون همه عقب بودم یهو خدا به حرف دلم گوش کرد منو فرستاد اون جلو اون بالا پیش انریکه نیست باور نکردنی بود برای من اون شب توی اون سالن همه جور دختری بودن دختر کانادایی دختر عرب دختر چاینیز فیلیپین کره اسپانیش و ایرانی به خاطر همین من به خودم بالیدم که بین اون همه دختر بین اون همه دخترایی که اونجا بودن با اون همه کالچر بس شاید از من زیباتر و خوشگلتر بودن انریکه من رو انتخاب کرد منم با افتخار فراوان با افتخار زیاد از اینکه انریکه یه سوپر استار بین المللی از اون بالا چشش به من افتاد و منو انتخاب کرد و خواستم به همه اونا بفهمونم که دختر ایرانی هم همه جا جا داره و میتونه توی بالاترین جاها بره اگر من گفتم آیم پرژیان به خاطر این بود که میخواستم همه بفهمن اونجا یک دختر ایرانی اون بالا رفته و با انریکه میرخصه خدایا شکرت خدایا شکرت که کمک کردی یه دختر ایرانی دیگه سرفراز و سربلند بشه و به مدارج بالا برسه به مدارج بالای مثل بالای استیج انریکه این از بچگی گفته بودن دخترم تو باید به مدارج بالا برسی ولی فکر میکردی منظورش پله های استیج انریکه رو میگن پدر مادر دکتر مهندس منظورشون نبوده خدا رو شکر خدا رو شکر که سربلند شد و به مدارج بالا رسید و به همم نشون داد که یه دختر ایرانی میتونه به مدارج بالا برسه و موفق بشه فقط میگم که یه ذره
فکرتون رو باز کنید، باز کنید و بیشتر به مسائل جهان نگاه کنید تا به دختری که میره اون بالا میرفته. و اینکه این مهم، من دوست دارم حداقل اگه من اشتباه کردم توی کنسرت انریکه، اگر شما موقعیت منو داشتین یا قرار گرفتین هر جای دنیا، اون اشتباهی که من کردم رو شما نکنید و با وقارت تمام و با خالصیت جهان خودتون رو، اون ایرانی بودنتون رو به همه ثابت کنید و بذارید همه بدونن که ایرانی هم همه جا دارن. این یه مقداری سخته ولی شدنیه. وقارت تمام و خالصیت جهان رو باید یه جوری با هم ادغام کنید. میگم کار ساده ای نیست. و وقت در همون حال که وقارت تمام و خالصیت جهان رو با هم مخلوط کردین، ایرانی بودن خودتون رو ثابت کنید. یه خورده ممکنه پاتون اولش پیچ بخوره ولی میشه. ببینید من الان با وقارت تمام این پیام، به هر حال پیام بسیار مهمی بود و من باز هم تکرار میکنم، اگه قلم یا خودکار ندارید برید سری بردارید بیارید یادداشت کنید. و با وقارت تمام، وقارت تمام و خالصیت جهان، و خالصیت جهان، ایرانی بودنتون رو، ایرانی بودن خودتون رو به همه ثابت ثابت کنید. موفق باشید. رسیدیم به بخش مصاحبه برنامه و مهمون عزیز دلمون. مهمون این هفته، اگه گفتین که مهمون این هفته یه سورپرایزه، ولی برای خودش در واقع، چون همه میدونن مهمون این هفته کیه. مهمون این هفته همون مهمون هفته قبله که قول داده بود این هفته هم مهمون ما باشه و صحبتهاش رو ادامه بده. سوگند عزیز، هنرمند خوبمون، مهمون این هفته ماست. چقدر عوض شدی از هفته پیش؟ پیر شدم. اصلا هیچ چید نمونده. چی شدم؟ آب رفتم، عوض شدم. موهات همونه. لاغر شدی هفته پیش. نه بابا، به خدا اتفاقا انقدر غذا خوردیم که گوشتای مختلف، انواع اقسام، سفید، قرمز، سوسیس های مختلف. پس همچین بهت درد نگذشته؟ عالی بود. خوب بود، خوش گذشته. خب، باجو کجا بودی اصلا؟ این اصل قضیه است که کجا رفته بودی که ما فکر کردیم لاغر شدی ولی در واقع لاغر نشدی و به قول خود چاق شدی؟ این فهم می‌کنی چاق شدی؟ واقعا فهم می‌کنی چاق شدی؟ خیلی عجیبه این خانم‌ها، نمی‌دونم چه مشکلیه که بی دلیل فهم می‌کنن چاق شدن. بی دلیل نیست، واقعا چاق شدم. چاق شدن رو تو چی می‌بینی؟ چجوری فهم می‌کنی چاق شدی؟ اصلا معیار چاق شدن چیه؟ وقتی که نه جدی از لباسایی که میپوشم میفهمم. چه جوری میفهمی؟ میخوام بدونم چون من نمیفهمم. یک زمان الان واقعا مثلا تو این چند ماه اخیر اینقدر استرس داشتم جدی، 5 کیلو اینا لاغر کرده بودم که تمام شلوارم اندازم نمیشد، یعنی الان لق میزد. الان که دوباره شلوارم میپوشم همچین دکمه خیلی عالی. اون موقع رو بیشتر دوست داشتی یا الان؟ نمیدونم، همین الان خوبه، اوکیه، چون زیادم لاغر به من نمیدونم. چون آره دیگه، مثلا دیگه از یه حدی آدم همچین آدم پروپیمونی نیستی؟ نه نیستم. آنارکسیا نداری که؟ نه، نگو. دوست داشتی داشته باشی؟ نه، خدا نکنه. همون. خب پس از این لحاظ پس خیالمون راحت باشه، ناراحتی و مشکل نداری؟ نه، مشکل ندارم، خیلی سالم و صحیح در خدمتش. این چیه دور گردنت مثل لوکی بی باک؟ اومدم شانس بیاره برام دیگه، ببینم برنامه میاره واقعا؟ 100%. نه واقعا بر اساس شانس پس همینجوری واسه قشنگی هستی؟ نه واقعا برای شانس دیگه، نه من شوخی میکنم. مگه اومده بودی بلیت لاتاری بخری؟ آره. یه مسابقه است. شنیدم اینجا مسابقه است. آفرین. مسابقه است. مسابقه است. مسابقه است. خب سوگند جان، هفته پیش که عرفان رو سورپرایز کرد و اومد توی برنامه، یه دل پری داشت از برخوردهایی که با خواننده های زن میشه یا خواننده های خانوم میشه، مخصوصا رپرها. ما هم داشتیم صحبت این رو میکردیم که خوانندگی برای خانوم ها و توی جامعه ما و توی فرهنگ ما زیاد کار مناسبی نیست. گلدوزی و خیاطی و کارای خونه مناسب تره. منجغدوزی فراموش. چی؟ منجغدوزی فراموش. منجغدوزی این
سفالگری. آره دقیقاً سفالگری و کارهای متنوع تقریبا می مشکل تره، اما خوانندگی خب برای پر مشکله. یه مرحله از خوانندگی اون برتر رپر بودنه، درسته؟ خیلی خیلی خب، حالا شما از همینجا ادامه صحبت ها رو پیش رو بگیر و برو که بریم. بریم راجع به این صحبت کردیم که خب چقدر حرفی که شما الان دوباره باید تکرار بکنم که واقعا سخته. دقیقا به خاطر اینکه گفتم هم هفته پیشم، یعنی توی برنامه قبل توضیح دادم که چقدر سخت میونه کسایی که 90% یعنی توشون پسر هستش بخوای رپ بکنی و تنها دختری هستی میونه این همه. خب خیلی ها میتونن اکسپت بکنن، خیلی ها نمیتونن بپذیرن. واقعا تنها دختری؟ یعنی هیچ دختر دیگه نیست؟ هستن الان، ولی خب من الان خیلی ساله که تو این کار هستم و جدیدن یه سری ها جرأت کردن که بیان، ولی زیاد نیستن. خب من حالا نمیخوام اسم ببرم، شاید دوست نداشته باشن، ولی زیاد نیستن. این میشه با دست شمرد، یک دو سه. واقعا فریناز بود که فریناز هم دیگه خیلی وقت الان کار نمیکنه. که فریناز همونی بود که از هلند میخوند؟ بله، به نام زن خونده بود. آه. که ایشون هم یعنی من و فریناز با هم دیگه شروع به کار کردیم، یه گروه بودیم که بعدا از هم دیگه جدا شدیم. چرا جدا شدیم؟ اول این قضیه جدا شدن خواننده های کشورمون رو بفهمم که چرا کامران و هومن فکر میکنم فقط از هم جدا نشده، اونم به خاطر مادر پدرشون. نه دلیل خاصی نداره، فقط فریناز یکی از دوستای خیلی خوب منه که هنوزم که هنوزه یعنی عاشقشم، کانتاکت هم با هم داریم. ولی میگم یه سری مشکلات بود، یکی اینه که از هم دیگه دور بودیم، دو اینکه از لحاظ سنی و از لحاظ لول موزیک خیلی با هم دیگه فرق داشتیم، نمیتونستیم با هم دیگه کار کنیم. بعدم اینکه دیگه فریناز رفت دنبال زندگی خودش و کار خودش و یکم وقت موزیک نداشت، منم که درس داشتم و زیاد نمیتونستم موزیک کار کنم. در صورت اونجوری دلیل خاصی نداشت جدایی من و فریناز، نمیتونستیم دیگه با هم دیگه کار کنیم، چون میگم من میخواستم برم توی قسمت دیگه، فرنازم میخواست بره یه جای دیگه که نمیتونستیم به هم دیگه رب بدیم و ترجیح دادیم به خاطر اینکه دوستیمون خراب نشه کار رو متوقف کنید. خب خوبه. سوالی که الان داشتم یعنی بهش فکر میکردم امینه که چه چیزی بزرگترین مشکله برای تو به عنوان یک خواننده رپ دختر در بین پسرها؟ خب اول اینکه بزرگترین مشکل این بود که ماها اول باید یه ذره خودمون رو وانمود میکردیم که دختر نیستیم، که کاملا اشتباهه. من دخترم کاملا با احساس دخترونه، با فکر دخترونه و هیچ چیز پسرونه یا در خودم نمیبینم. و حالا مسئله اینجاست که یه مسئله خیلی بزرگی هم هستش که خب من ایران بزرگ نشدم و توی اروپا بزرگ شدن یه جورایی خیلی آدم ها صفت مردونه به آدم میده، ولی دلیل از این نمیشه که آدم خودش مرده یا حالت مردونه داره، یعنی آدم ها قوی میکنه و این قوی شدن آدم و جرأتی که به آدم میده، آدم ممکنه یه دست به کارهایی بزنه مثل رپ کردن یا کارهایی بکنه که اکثرا پسرا میکنن. من خودم خیلی دل و جرأت دارم یه سری کارا میکنم که ممکنه خیلی از دختر انجام ندن. البته فکر میکنم منظور از صفت مردونه این بود که حق خودشون رو میگیرن و در واقع نمیذارن حق و حقوقشون پایمال بشه. فکر میکنم منظور صفت مردونه این بود که کارهای مردونه انجام بدن. نه 100% دقیقاً همین هست. و اینکه خب خیلی ها جرأتش رو ندارم، ولی من جرأت کردم که تو این قضیه برم، مخصوصا توی ایرانیا. ممکن بود اگه توی آلمانیا میرفتم این قضیه واسه مثلا به مشکل بر نمیخوردم، چون دختر و پسر فرق نمیکنه، ولی دوست داشتم که به هر حال راجبش هم صحبت کردم یه فرهنگ سازی بشه. و برخورد کردن با مردهای ایرانی یکم خیلی سخته به خاطر اینی که همیشه سوء تفاهم پیش میاد و همیشه حرف زدن ها اشتباه گرفته میشه، یعنی همیشه با منظور گرفته میشه، در صورتی که من فقط با مردا فقط با مردا فقط مردا یعنی حرفو به منظور میگیرن. خانم هایش مشکل نداره؟ من تا از تجربه خودم میتونم بگم، تا الان خیلی جاها رفتم کنسرت بوده یا حالا توی استودیو بوده، هر چیزی که با موزیک هم ربط داشته باشه که ایرانی وجود داشته باشه، همیشه یه کانفلیکت هایی بوده، یه منظورهایی اشتباه رسیده شده که من مثلا به خودم گفتم خب منم یه هنرمندم، حالا دلیل اینه که زنم یا هر چیز دیگه، چرا همیشه باید به یک چشم دیگه به آدم نگاه بشه؟ درسته؟ به خاطر همینم اوایل خیلی برام سخت بود، همیشه باید بگم
یه جوری رفتار میکردم، مثلا چاکرم آقا، نوکرم آقا، مخلصم. خیلی کوچیکم. آره خیلی بد بود، یعنی واقعا درستش هم نیست، ولی مجبور بودم که خیلی پسرانه برخورد کنم که دیگه یواش یواش یه سری از بچه‌ها هم گفتن داش سوگند دیگه الان نمیگفتن خان سوگند خان. خیلی جالب بود قضیه که دیگه خب به مرور زمان یکم هم سنم بالاتر رفت، سعی کردم این قضیه رو عوضش بکنم، ولی خب مجبور بودم به خاطر اینکه دوست داشتم کارمو و دوست داشتم ادامه بدم، مجبور بودم که بین این همه پسر اینطوری رفتار بکنم که بتونم داشتشون بالا بیام. باشی در واقع داشت باشیم نه واقعا این سری بودش و الانم میگم هنوز مشکل هست، ولی جا افتاده، خدا رو شکر خیلی جا افتاده. همین که میبینم که چقدر طرفدار زیاد شده و چقدر پسرها و دختر آهنگای منو گوش میکنن، ولی هنوز میگم مشکلای خودش رو مشکل این مشکل بیشتر در رابطه با کسایی که باشون کار میکنی یا در رابطه با طرفدارات یا در بین حالا الزاما همه طرفدار آدم نیستن، میتونه حتی مخالفین هم باشه، ولی خب مخالفین میتونن تقریبا کار تخریب شخصیت رو انجام بدن درست. که خب متاسفانه درست نیست. بعضی هم میتونن مخالف باشن و موسیقی تو رو یا سبک تو رو نپسندن. آره اون که مخالف که خب مخالف سبک تو باشه یا موافق نباشه بله. یا دوست نداشته باشه. این هست، من اینو میدونم که خیلی ها ممکنه آهنگای منو دوست نداشته باشن یا با هر چیز دیگه حال نکنن، دلیل اجباری نیست، ولی میگم این مسئله که الان شما هم عنوان کردید این که خب توی جفت هست، هم توی فنام این قضیه پیش میاد که مثلا الان یه نمونه خیلی قشنگ که دوباره هم گفتم، یک همکاریایی که با پسر مجبورم انجام بدم، مجبور که نه، خواست خودمه، چون دوست دارم، چون اونام هنرمندن و همکاری ما یک موزیک قوی تر رو موسیقی بسیار زیبایی میشه الان، خیلی از خواننده ها دوئت دارن با هم، ولی همیشه این بوده که پایین کامنت های آهنگا و هر جایی که رفتم خونم واقعا خیلی حس بدی، ما این همه میایم انرژی میذاریم برای یک آهنگ دوستانه با هم دیگه، واقعا مثلا آهنگی که با مثلا رضا یا عرفان ضبط کرده بودم به خدا دو ماه قبلش ماها، حالا مثلا رضا الان پیشرو توی ایران هستش و ما تلفنی هر روز باید با هم دیگه صحبت می‌کردیم، تکستا می‌نوشتیم، آهنگا مچ می‌کردیم، می‌خوندیم، دوباره 6 7 دفعه فقط با هم دیگه ضبط کردیم، واقعا زحمت می‌کشیم برای کارمون که اونچنان هم درآمد نداریم دقیقا. ولی واسه همین خیلی خسته میشم وقتی که میام می‌بینم که چقدر خستگی تو تنت میمونه. دقیقاً وقتی که میبینم میان مینویسه خب حالا رابطه شما چی؟ الان برای چی مثلا شما با هم دیگه دوئت خوندین؟ یا حتما اتفاقی بین شما افتاده یا قضیه ای هستش؟ با عرفان هم همینطور، با خیلی کسی مؤدبانه چطور داری میگی دیگه؟ من دقیقاً چون ماها نه اینکه رپرم هستی مردم احساس راحتی میکنند و خیلی بدتر صحبت میکنن خیلی جالبه که بین البته خود خب من فقط توی پیجای خودمون میچرخم و نگاه میکنم که چیا نوشته میشه، بقیه خواننده هم حتما همینطور هستش، ولی البته فقط خواننده ها نیست، حتی مثلا میان به منم میگن که آقا جمعش کنیم برنامه چیه و تو صدات نمیدونم به این کلوفتی اصلا نمیخواد موجیگری بکنی، بی برو توی مزرعه کار کن، کارگر رو صدا بزن. نه متأسفانه همین فرهنگ ما هم یه طوری هستش که خیلی دوست دارن انتقاد کنن و من جدی میگم از انتقادات هیچ وقت ناراحت نشدم، یعنی شده خیلی یارم استفاده کردم و پذیرفتم، ولی واقعا یه حرفایی هستش که میتونه اثر بذاره توی ذهنیت خیلی و من سعی میکنم که جلوی این قضیه رو بگیرم به خاطر اینکه دارم برای میگم از وطنم دورم، از خیلی چیزای خودم هم گذشتم برای پیشرفت مملکتم، یعنی برای موسیقی، و واسه همین دوست ندارم که همچین اتفاقاتی بیفته. میگم واسه همینم خیلی هم راجبش صحبت میکنم، جلوی ذهنیت مردم رو 100% نمیشه گرفت و طولم میکشه. ذهنیتی که من دارم خب مسلما خیلی با کسایی که توی ایران بزرگ شدن خب فرق میکنه و منم توقع ندارم که بچه‌ها مثلا از امروز به فردا الان بشن مثل ما که اینور زندگی کردیم یا طرز فکرشون اینطوری باشه، ولی داریم سعی میکنیم که بهشون یاد بدیم یا عادتشون بدیم به این قضیه. نه منم به خاطر همین الان چیزایی که دارین شما میگین درسته، همیشه من کامنت های منفی هم هست یا فیدبک های منفی هم وجود داشته، ولی ما سعی کردیم که همیشه چشامون رو روی این قضیه ها ببندیم و ادامه بدیم. میریم اتاق فرمان و دوباره برمیگردیم در خدمت سوگند جان هستیم، ولی این بار یه مقدار نمک داستان رو میخوایم بیشتر کنیم. خب همچنان در خدمت سوگند عزیز هستیم، مهمون خوبمون، و قراره که در این بخش مصاحبه
یه مقدار نمک و دقیقاً نمک مصاحبه رو بیشتر کنیم که خورده از اون حالت جدی و سنگین کابوی خسته لوک بیباکی در آد دیگه دیگه این اسما رو معمول دیگه آره دیگه مون رود. فکر میکنی چقدر طرز لباس پوشیدن توی کارت تاثیر میذاره؟ توی محبوبیت تاثیر میذاره در واقع؟ اینجوری بگیم بهتره. خیلی خیلی تاثیر داره. خودم یعنی به شخص خیلی هم به این اعتقاد دارم که کسی که پرزنت میکنه خودش، مخصوصا ماها که روی استیج هستیم و میشیم الگوی یه سری از جوانها، باید بدونیم که چطوری استایل میکنیم، استایل خودمون رو داشته باشیم، لباس پوشیدنمون چطور شده باشه. چون من هر کی دیدم واقعا ایرانیای عزیز همه شبیه هم لباس میپوشن، خواننده های جینگولمون. چی بگم؟ آخه بله من خیلی علاقه دارم کلا به دیزاین لباس. و الان فکر میکنید لباس که پوشیدی قشنگه؟ من آره خیلی به خودم اصلا. دوست داری؟ الان ببین خودت رو توی تو تلویزیون نگاه کن. الان به نظرت این دختری که اونجا نشسته خوشتیپه؟ خیلی. فکر میکنی که نه نه نباید آدم غرور از خودش تعریف کنه. از خودش تعریف کنه. ولی نه جدی، من از کسی تقلید نمی کنم، کلا استایل خودم رو دارم. حالا چی شد موهاتو کوتاه کردی؟ آها میخواستم که به قول بچه ها نه موامو کوتاه کردم، راستش رو بگم به خاطر اینکه یه لوک جدید داشته باشم. من اگر عکسای قبلی من نگاه بکنین، موهام یه زمان مشکی بود، بعد کوتاه شد، قهوه‌ای شد، نارنجی شد، بلوند شد، همش در حال تغییر و تحوله. خوشم میاد، دوست دارم که همیشه تغییر باشه. کوتاه کردن مو یک جرأتی میخواد. نه آخه دیگه موهام هم تقریبا تا اینجا بود، دارم خیلی دوستام میگفت، خودم دوست داشتم که همیشه موهامو کوتاه کنم ببینم که چه شکلی میشم، چون موهام همیشه تقریبا تا اینجا بود، خیلی بلند بود. دوست داشتم ببینم موی کوتاه میاد یا نه. کمندی بود واسه کمندی بود و به هر حال مامانم میشست اینجوری برام میبافت. نه ولی جدی دوست داشتم که موی کوتاه هم داشته باشم. خب حالا الان که ما تو کوتاه کردیم، میخوای موی کوتاه رو نگه داری یا فعلا تصمیم دارم تا یه چند سالی، حالا یکی دو سال یکم کوتاه نگرش دارم، شاید تا اینجا یه ذره بلندش کنم، ولی تصمیم ندارم موهای مامو بلند کنم. کار دیگه ای تصمیم نداری انجام بدی؟ نه دیگه، شاید یه چند تا تتو بیشتر اضافه کنم. الان اون تتویی که اون چیه الان؟ نه به هم دیگه ربط داره. خب ربطش رو اسما میگی؟ ربطش یا میخوای معما بمونه؟ میتونم نه همیشه نه بگو، نشونه دوربین بده که دوربین ببینه. کدوم دوربین؟ هم یک. خب نشونه دوربین بده. نه این تا این چیه؟ یه صلیبه. اون یکی چیه؟ صلیبه اینم نوشته روش بلیف، یعنی ایمان. خب بعد ربطشو که من فهمیدم. خب من میخوام ببینم به تو چه ربطی داره. به من که خیره، من کلن زندگی بر اساس ایمانم میچرخه، یعنی من خیلی به خدا ایمان دارم و قدرتی که تا الان به یک جایی رسیدم واقعا میتونم بگم خارج از اینه که دوستای خوب پشتم بودن و مادر خوب پشتم بود، ولی از همه مهمتر از این چیزا به یه خدای اعتقاد دارم که همیشه پشتم بوده و محبتم کرده و هرچی که دارم و تا اینجا رسیدم بر اساس قدرت اون بود و ایمانی که نسبت بهش داشتم. برام خیلی این قضیه مهمه و هنوزم شالا که همیشه موفق باشی. توی خانواده یا توی دوستانت، اطرافیانت چه کسی بیشتر از همه کمکت کرد تا به هدفی که دوست داری برسی؟ چون برای همین کار موسیقی، کار خوندن رو به عنوان یک زن انجام دادن درست. با توجه به فرهنگ ما همونطور که قبلا اشاره کردیم توی همین مصاحبه، کار ساده ای نیست دیگه، یه حمایتی لازم داره. اگه قرار باشه توی خونه هم بگن که نه نه نه، فکر میکنم خب من کلا میتونم بگم که کسی زیاد نبوده که اونقدر پوشم کنه که بگه این کار رو حتما بکن یا برو جلو پوشتی. بیشتر همت خودم بود، یعنی علاقه خودم که دوست داشتم اونجا خودم پدرتم آخر در زمینه موسیقی. خب من از بچگی تو این قضیه ها بزرگ شدم، از طرف مادرم هم پدر بزرگ خدا بیامرزم و دایم هم حتی توی کار موزیک بودن و از دو طرف توی محیط موزیکی موزیشن بزرگ شدم، ولی کاملا دلیلش نبود. اتفاقا بابام تا یک سنی مخالف این بود که من موسیقی کار کنم و حتی طوری بود که من خودم از بابام نمیتونستم ساز یاد بگیرم با اینکه پدر من
تقریبا 5 تا ساز پرفکت میزنم، ولی من ترجیح دادم که خودم یاد بگیرم خودم بزنم تا اینی که بخوام از بابام. ولی همیشه اینطوری هست، همیشه این داستاناتو شنیدم خارج از مسئله که برای من هستش، خواهر و برادر و یا پدر و پسر، پدر و دختر، وقتی که یک جا با هم دیگه یه حالت کلکل دارن، نمیخوان، یا توی یه سنی هم که دوست ندارن مثلا از پدر مادرشون چیزی یاد بگیرن. حتی من یه ذره اینطوری بودم، شیطون بودم. چند تا بچه‌ای؟ من یه برادر کوچیک‌تر دارم. اونم تو کار موسیقیه یا نه؟ داداشم خب به خاطر اینکه آلمان به دنیا اومده اصلا توی ایرانیا نیست و خیلی توی آلمانی هست، علاقه که خیلی داره، خب بالاخره اونم بیشتر با من بزرگ شده، ولی هنوز زوده فکر کنم. علاقهشو که نشون میده، صبح تا شب میشینه آهنگ گوش میده و میخونه و هر از گاهی هم صداشو تو همون بلند میکنه، ولی جا داره به خاطر اینکه سنش کمه. چه چیزی، چه نکته‌ای، مهمترین نکته ما ایرانی هاست که وقتی میخوای تفسیر کنی فرهنگت رو یا بگی ایرانی هستی یا یک نفر ایرانی رو میخوای به یک نفر معرفی کنی، درست، چه چیزی رو بیشتر برجسته میکنی؟ واو چه سوال سختی. خیلی سوال سختی بود. خیلی سخته به خاطر اینکه مثلا ما... ایراد گرفتن و انتقاد کردنمون رو. خاله زنک بازی. خاله زنک بازی دقیقا. خیلی خوبه. من خودم راجبش آهنگ دارم آخه، واسه همین. واقعا؟ اسم آهنگ هم همینه، خاله زنک بازی. خاله زنک بازی. میتونی برامون اجراشون کنی؟ اونو که نمیتونم اجراش کنم چون بیشتر رپ داره، بعد یکم سخته. خب چه آهنگی میتونی برامون اجرا کنی؟ یا آهنگی هستش که مال کاور کردم، آره، یکی از دوستای عزیزم، اسمش ساعت برگرده، خیلی هم خودم دوستش دارم که توی آلبوم این کلش اسم آهنگ بود. ساعت برگرده خیلی هم خودم دوستش دارم. ساعت برگرده خیلی هم دوستش دارم کاور کردم. نه فقط ساعت برگرده اسمش. ساعت برگرده. بچه ها محبت کنید، همه صحنه رو خالی کنید. با چه سازی میزنی؟ دررن دن 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 دن. ستار؟ نه گیتارشه. گیتار بودین؟ خیلی خوب، بچه ها محبت کنید، تخلیه کنید صحنه رو که در خدمت سوگند عزیز باشیم. آهنگ اسمش چی بود؟ ساعت برگرد. ساعت برگرد یعنی چی؟ یعنی ساعت برگرد دیگه، میفهم. بریم ببینیم چی میگه. هدف من توی گهوار مرد رو ورق جوهری با عشقای خوش نقاشی و مشکالی گنگا افکارم شده خرباری فاش بحثیم نیست که انسان کمه بحثر اینه چقدر سوگن خره چون ما هرکی نشسته یک ماه بعدش طوری ازش خورده که چشماش تره اینا تازه نیزادت کردم خط به خط توی کاغذ غرقم و شب به شب توی عالمی پرتم که جوونی حروم شد ساعت برگرد توی اتاق تاریک و تا چشم بارید و نگام یه تاریخ شادی و به یاد نداره و سالی بار منتظر شادیم تو ثانیه هام تقویم روی میخ دیوار نیست فقط یه نور کوچولو تا زیر سیگاری داره میسوزونه میفهمونه شب سیاه نیست ما پای هم تا صبح بیداریم ساعت برگرد 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 بازم من همیشه یه گوشه یه تو اتاقم بارفتم پس هرکی ندونه میپرسه میگه خوابم نه دادم من بیدارم تو جایی که یادم هست فقط حالم بد یادم میاد روزایی که عاشقونه با بچه های محله میرفتیم کوه با یه تاس روزها با ساعت مثل بخ رفتن و دوستامم با برف آب شدن تا گرم بمونه روزایی که من پیش رو به نامرد و همه رفتن همه سرگرم و غرقن توی کار و با عیال و داف چون توی حیات ما دیگه جایی نیست واسه این همه عشق و حال و لاش اینا کیان به اصطلاح رفیقات و کجا باهات میان ده چرا تو رو میخوانم واسه سود زیان و ایشکی طرف دیشون لیست ورق شده بیست و ورق خیس ساعت برگرد ساعت برگرد ساعت برگرد ساعت برگرد ساعت برگرد ساعت برگرد ساعت برگرد
ساعت برگرد بریم سر مصاحبه. واقعا بچه ثابت کرد، ثابت کرد که نه تنها هنر خوانندگی، نه تنها هنر نوازندگی، نه تنها هنر دوزندگی و منجوق دوزی، آشپزی و آشپزی. آشپزیت خوبه؟ آره جدی خوبه. خب ببین همه اینا رو که داشتی، ببین دوستان من نی فکر نکرده خواسته گفتم واسمون گیر بیاد الان زنگ بزنه سوش خواسته کاری بشه. این دختر الان روی دست پدر مادر مونده. منجوق دوزی، گل دوزی، آشپزی، نوازندگی، خوانندگی و گوبلن هم از اتاق فرمان اضافه کردن. گوبلن؟ آره گوبلن. این یکی از بچه اتاق فرمان از اهالی شیرازه و گوبلن مثل اینکه اونجا و برای همین تو که تمام اینا رو داری. خب خواستگارم نمیخواد، خودش کلی خاطرخواه داره، درسته؟ اگرم باشه الان باید بگیم. الان باید بگی بله، الان بهترین موقع است. بله. خب با کلی شرم زدگی و خجالت. تیراندازی چطوره؟ والا حالا از تیراندازیت برام تعریف کن. نمیدونم، امتحان نکردم. دروغ. اشکال نداره، الان امتحان میکنه. این یک اسلحه مرگباره. ما برای سوگند عزیز یک بازی خیلی جالب رو تدارک دیدیم، برای اینکه نشون بدیم که یک زن هم میتونه تیرانداز خوبی باشه. دوربین یک محبت کنه که هدف رو نشون بده. ایناش سوگند جان، بعد از روی همین صندلی جایی که شما نشستین؟ نه خیلی، از اون سمت. چرا؟ نه بعد من میام میشه، منم از همینجا میزنم. فکر میکنی اینجا راحت تره؟ نه به خدا هیچ فرق نمیکنه. فقط من از اینجا زاویه هم کشترم هست. اوکی. با این لیوان ها رو باید بندازی. اما اگر نندازی. خب. جریمه داره؟ نه من نباید بگم وگرنه. آره، یه جریمه بذاریم. نه دیگه تو. یه جریمه بذاریم. جریمه چیه؟ نمیدونم، ولی من باختم. یه جریمه برای من در نظر بگیر. الان باید بگی. آره، تو بگو. چرا من بگم؟ خب برای اینکه ممکنه جریمه من خیلی سخت باشه. اشکال نداره. روپایی بزنیم با توپ؟ نه نمیتونم. خب بگو چی؟ من میانم با توپ زیاد خوب نیست. فوتبال برای اینکه خیلی دوست دارم، خودم نگاه میکنم، ولی نمیتونم. یه دونش هم هیچ رایی نداره. حالا اینو بدون جریمه میریم، تو مسلماً من برنده میشم. اصلا خب جریمت نمی کنیم. بزن ببینیم مثلا میتونی بزنی؟ آره. چرا خودم؟ من بزنم میفته آخه. اوکی. واقعا؟ نه من خب شما اول بزنی. به خاطر اینکه بدون مطمئنش هم نگیم. بیا ببینم دوربین یک. اوه. اینجوری پدر بزرگم میزد. بله. بذار ببینم تو چجوری میزنی. اینا مدل پدر و پدر بزرگ من بودن که اینجور یواش یواش. خب گفتی این دکمه، اون دکمه رو فشار اول سرشو بگی لطفا، اون طرف تو چشم منو در نیاوردی، بعد اون وقت شلیک کن به این لیوانم. نه بر یعنی نشون بزنم، یعنی الان بزن دیگه. آره دیگه چه نمیشه با هم بر بزنی. نزدیک بودا. اجازه هم یه دونه دیگه سمت بله بزن. تا سه تا اجازه داری. باریکلا. لوک بیباک. من واقعا به تبریک میگم لوک جان. خیلی محبت کردی. لوک جان. با دو تا زد داره؟ با دو تا زد؟ با دو تا. منم با دو تا نتونستم بزنم. خدا رو شکر جریمه هم نداشتیم. دوستان عزیز من از همه تون سپاسگزارم و محبت کردین که همراه ما بودین. واقعا تیراندازی، نوازندگی، خوانندگی، منجوق دوزی، آشپزی و گوبلن از هنرهای این دختره و خوشتیپی، درسته؟
خواهش میکنم. نه به خدا، به خدا من از صمیم قلب عرض میکنم، از صمیم قبر کجاست که از صمیم قبر نه دیگه خواهش میکنم، نه دیگه خواهش میکنم از صمیم قبر. یا آهنگی بود نه دیگه خواهش میکنم شنیدی؟ چی؟ نه دیگه خواهش میکنم، یه هم چیزایی بود فکر میکنم. نشیدی؟ نشیدم، نه شایدم اشتباه میکنم خانم. صد درصد. به هر حال ما از صمیم قبرمون خوشحال شدیم که مهمون برنامه ما بودی و با ما بازی کردی و من رو بردی. بعد یه سال حالا جریمه گیرنده شدی؟ جایزه نداره؟ جایزه داره. جایزه داره. من جایزه رو توی اتاق فرمان تقدیم حضورتون میکنم. شوخی کردم. نه جایزه داره، جایزه داره. جایزه رو الان میخوای؟ نه با. دیدی مثلا بچه‌ها میرن توی این برنامه. نه 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 جایزه داره. بازی میکنم. جایزه داره توی اتاق فرمان بدین. شوخی کردم. میگم خب جایزه داره. نمیخوام جایزه، نمیخوام. مرسی جان. خیلی پس جایزه رو ندیم بهش بچه‌ها اگه اومد تو اتاق فرمان. سری راهنماییش کنیم به سمت در خروجی. خیلی لطف کردی اومدی، خیلی محبت کردی، کلی لذت بردیم و حال کردیم و خوش گذشت و خندیدیم. من بیشتر و امیدوارم که توی مراحل زندگی، توی کار، توی هر چیزی که مد نظر داری، حتی پیدا کردن خواستگار، خوشبخت و موفق و پایدار باشی. پایداره؟ پایداره. پایداره. خیلی لطف کردی و خدا نگهدار باشی. اینجا کجاست؟ آه خب به پایان مصاحبه رسیدیم با سوگند عزیز. اگر دوستان و همراهان اجازه بدن بریم سوگند رو بدرقه کنیم، جایزه‌شو بهش بدیم، باز دوباره در خدمت شما خواهیم بود. به پایان برنامه این هفته رسیدیم، امیدواریم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما فراموش نکنید که با ما و هشتگ های ما رفاقت رو همچنان حفظ بکنید تا به انتها، مخصوصا با هشتگ ها. من میدونم که هیچکس متوجه نمیشه این هشتگ ها چجوری کار میکنن، برای همین واسهتون توضیح میدم. این هشتگ ها این آدرس میمونه، این صندوق پستی میمونه. وقتی میزنید هشتگ سینا VLH یا هشتگ چند شنبه یا هشتگ فارسیوان TV، این مثل آدرس میمونه. شما هر مطلبی رو که بنویسید، حتی راجع به پسر عمو و دختر عمتون هم مطلب بنویسید، این هشتگ رو بذارید ته قضیه، این یه راست میاد توی صندوق پستی ما. و ما وقتی بریم صندوق پستی مثلا سینا VLH یا چند چنبه یا فارسیوان TV رو باز بکنیم، اینا توشه، ذوق زده میشیم. این اینجوری کار میکنه. شما حالا تکنولوژی که پشت این قضیه است و کاری نداشته باشین، فقط این هشتگ رو بذارید، این به ما میرسه دیگه، لازم نیست. یعنی مثلا هر جا که بذارید، هر جا که بذارید من این هشتگ رو استفاده بکنم، این هشتگ رو بزنم هر جا، تمامی مطالبی که از همه جا در واقع این هشتگ تنگشون خورده به دست ما میرسه. هشتگ‌ها در خدمت شما و من مرخص از حضور شما. خداحافظ. شوخی میکنیم با همه پیر و جوون،
جای حرف نداره. حالا سینا چند شنبه ها شوخی داره با شما ها، اما فقط یه شرط داره، این جمله رو یادت نره. ما باید یاد بگیریم شوخی رو جدی نگیریم، ما باید یاد بگیریم شوخی رو جدی نگیریم.